بینندگان جان های عزیز سلام، به علی جان شو خوش اومدید. دوباره با بابک جان هستیم برای غذاهای خوشمزه و لذیذ که آقای استاد میخوان به ما نشون بدن. آره درسته بابک جان؟ آره بس اول آقا بابک. با آقا بابک. آره این اول ازت بگیرم. باش. حالا کاری که ما میخوام بکنیم. بله. خب اینه. خب گواکامولی میدونی چیه؟ گواکامولی مکزیکیه دیگه. آره مکزیکی. چیزی خب. مثل دب میمونه که توش چیپس و نون میتونم فرو بکنم بخورم. درسته. درست کردنش خیلی آسونه. خب اولین چیزی که توش میزنه آووکادو. خب. بعد توش میشه سلانترو بزنیم. که نمیدونم چیه، خود بعد بگی سلانترا. آره بعد همون. بعد توش یه مقدار فلفل میزنیم، مقدار توش لیمو داره و یه مقدار پیاز قرمز. خب. و اینو هم میزنم میشه گواکامولی. اوکی. خیلی چیز خوبی واسه اینکه مهمونی دارین، یه نفر اومده سری خونتون میخواین سی واسه جلوش بزنین که با چیپس بخوره. درسته. ما رو میتونیم درست بکنیم. خب. ولی ما میخوایم این دفعه یه خورده گول بزنیم. آره. آره، دو تا چیزی که از مغازه میتونیم بخریم. خب. و اینا رو به هم بزنیم بشه گواکامولی. یه دونهش هستش آووکادو که درسته؟ با هم میتونیم بخریم. فقط آووکادوتون باید رسیده باشه، نرم باشه. نرم باید باشه. آره، نرم باشه. خب. کاری هم که میتونیم بکنیم که حالا نداره. این آخرش اگه بتونیم راحت جدا بکنیم مثل این، یعنی نرمه. آها. خب. بسیار عالی. این نرمه. این مقدارش از سیاه هم باشه. خب. ولی اشکال نداره، استفادهش میکنیم. خب. این و یه دونه هم ایتالیا درست میکنم برای بروسکتا. رو نون میذارن؟ رو نون میذارن. آره. که توش تمام چیزای آووکادو رو، تمام چیزای گواکامولی رو داره. خوب. فقط تنها چیزی که باید اضافه بکنی سیلانتروه. توش گوجه داره. خوب. توش پیاز داره، توش مقدار آبلیمو هم داره. اینا که ما این دو تا با هم مخلوط میکنیم، گواکامولی 10 ثانیه درست میکنیم. بسیار. آماده؟ من آماده. میدونی چجوری گواکامولی رو باز آره. آووکادو رو باز بکنی؟ اینطوری. با این نه، با این نه. چرا؟ این اتفاقی میفته. با این امضا بکن ببین چه شکلی میشه. یعنی از گوشش بعد آره، از گوشش از دورش ببر قشنگ، مرغوب دستات باش. مراقب. خود آووکادو رو بچرخون، خودش باز میشه. خب؟ بعد دو قسمتش بکن، بازش بکن. درن. آفرین. حالا اینو خوب. میتونی هستش رو در بیاری، خیلی هم راحته. اینو میذاری روی این هستش، اینجوری میچرخونی و هستش در میاری. خب حالا دو جور میتونی آووکادو رو در بیاری. اگه میخواد رو سالاد بذاری که خیلی قشنگ در بیار، با قاشق میتونی اینجوری زیرش ببری. خب خیلی قشنگ در بیاری و اینجوری و میتونی قاچش بکنی. بعدش میتونی اینجوری شبیه بستنیه. آره میتونی قاچش بکنی بذاری روی سالاد، روی هر چیزی خواستی. بستنی نه نه. آره ولی چون ما داریم گواکامولی درست میکنیم اصلا این کار لازم نیست. اینو میتونی اینجا فشار بدی، تمام آووکادو از توش میاد بیرون. اینی که از اون کارا نمیخواد بکنی. خب این آووکادو هستش، این پیداشو برمی‌داریم، این قسمتا برمی‌داریم. حالا کاری که باید بکنی اینه که این آووکادو رو خیلی یواش بکوبی. بکوبمش. آره. این همه کارهای کوبیدنی رو میدونه منو. خوبه، خوبه، باش. خوبه. همه کارهای سخت رو میدی. مرسی. اوه. آره. همه کارهای سخت رو میدی به من. اینم هم همون بروسکتاست. همون بروسکتا که گفتم. بروسکت. اینا میتونن از مغازه‌های غذافروشی همه جا هستش. اسمش از بروسکتا، روی نون میذارن. استفاده میکنن. کاری که میتونی بکنی اینو مخلوط بکنی با آووکادو. خب کاری هم که من میکنم معمولا یه مقدار روغن بهش میذارم، روغن زیتون. خب. و اگه بخوای خیلی هم دیگه مکزیکیش بکنی میتونی سلانترو هم بهش اضافه بکنی. پس سلانترو منظور بعد آره سلانترو هم بعد نمیدونم جعفری میشه، ریحون میشه، یک کدوم از اینا میشه. جعفری میشه دیگه. آره بهش بگیم جعفری فعلا. خب. یا گیشنیز. فکر کنم گیشنیز میشه. گیشنیزه. آره آره, آره. فکر کنم گیشنیز میشه. این گیشنیز هم اضافه بکنی خب میشه تقریبا گواکامولی. خب این الان آماده برای آره خوردن. کاری هم که میتونی بکنی اینه که یه مقدارم بهش لیمو اضافه بکنی. لیمو, لیمو هم وقتی خواستی آبشو بگیری. خب. قبلش این مقدار رول میکنیم. خب. تمام جوس آب لیمو میاد وسطش. آه. آره وقتی خورد بکنی لیمو هم میتونی از این بغل خورد بکنی که راحت تر بتونی خب. بشونیش توی گواکامولی. این میشه سریع‌ترین گواکامولی که توی زندگی درست کردی. واو. الان با چیپس یا با نون؟ آره. نه کاری که میکنی آره خود آووکادوش کمه ولی اشکال خب. نداره. کاری که میکنی میذاری بغل چیپس و میتونی اینو بذاری جلوی دور دوستان. ولی یاد باشی وقتی میخوای بذاری جلوی مهمونات خب. یه مقدار دورش رو تمیزش باید بکنی. درسته؟ آره. خب میتونم ترای کنم آقای بابک جان؟ هر دو امتحان باش. بده من اونو ببینم. برداشت. همه چیزشو برداشت دیگه بابک. بابک جان. خوبه. عالیه. این گواکامولی خیلی سریه. خیلی خوش آمد. آره. من رفتم. خداحافظ. باش. We'll be right back.
بینندگان جانهای عزیز، دوباره بابک جان هستیم برای شام، فکر کنم درسته بابک جان؟ آره این شام خیلی سریه. خب سالاد در حقیقت. سالاد فقط؟ آره فقط سالاده. خب توش هم همش سبزیجاته، اینه که همه میتونن بخورن. اوکی. خیلی هم سریه. خب از قبل میتونی آماده بکنی، خیلی خب. سریع با هم مخلوط بکنین و آماده بشه واسه خوردن. خب تنها چیز سختش که هستش که خیلی طول میکشه درست کردن لبوه. لبو تقریبا یک ساعت طول میکشه. خب ولی توی مغازه بری لبوی آماده هستش که میتونی استفاده بکنی، مقدار ترشی ولی بشورینش اون ترشی هم از بین میره، ولی ما از اول درست کردیم. خب من میرم اونو میخرم پس. آره تو تنبلی میتونی کارو بکنی. یه دونه دیگه شم هویجه. خب هویجه میتونی از این هویجه رنگی هم بخرین که هویجه وحشیه. این هویجه وحشیه که رنگای مختلف داره. کاری هم که با هویج میکنی وقتی میخوای بزنی تو سالاد خام نمیذاری چون خیلی سفته. خب بهش میگن بلانچ توی آشپزی، اینه که توی آب خیلی جوش، خب آب خیلی گرم میتونی مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه بذاری یه مقدار نرم بشه. درست. ولی هنوز اون کرانچش داره چون توی سالاد اون گازی که میگیری سالاد میگی اونو میخوای. باشه اونو بخواهد دست بدی. باشه باشه خنده دارم نیست نه خنده مهمی. گاز سالاد من طالبم گاز سالاد گازگیر آره دیگه وقتی کار میکنیم که آها منظورت همونه. آره خب اینه که بلانچ میکنیم یه مقدار نم بشه. خب بقیهش همهش به هم درست کردن و ایناست. خب حالا مهمترین چیزی که وقتی سالاد درست میکنی هیچ وقت توی خود ظرف سالاد درست نمیکنی. درسته توی ظرف دیگه درست میکنی، سسشو میذاری به هم میزنی و بعد سرو میکنی توی سالاد دیگه. خب برای یه نفر دیگه، برای یه نفر، برای یه نفر، دو نفر، بستگی داره که چقدر گنده هست. خب اولین کاری که بکنی اینه که باید این لبو رو خرد بکنه. من باید خرد کنم؟ من میدم بهت. چرا؟ بخاطر اینکه دستای من قرمز میشه، زیاد دوست ندارم. میگم خرد کردن، له کردن، همه چیز دست منه. درسته؟ چجوری من باید خردش کنم؟ لایه‌های خیلی نازک خرد کن. قرمز شد دستم. آره خوب. آی خونم از این از این از این لایه‌های خیلی نازک. لایه نازک باشه باشه. چیزی که میخوام بذاری توی سالاد. خیلی هم نازک نه، یه مقداری کلفته. عالی عالی. آره. دو تا از اینا رو درست بکنی فکر کنم یه دونه هم کافیه واسه این سالاد ما. باشه. آره. مراقب باش. این دستم حالا الان نمیتونه بشوره. اینه که زیاد ناراحت نباش. عجب. حالا اگه دستم خون بیاد اصلا من نمیفهمم چی شد. هیچ اشکال نداره. هیچ اشکال نداره. این واسه سالاد ما کافیه. خب. خب اینه که خرد کردی میز این تو باقاطی که ما میخوام هم بزنیم با اون سسی که بعدا میخوام درست بکنیم. خب. یعنی آماده است. خب. یه مقدار هویج بهش اضافه بکن. هویج بیا. اشکال نداره. خب همه هویج رو با هم بریزم. آره این مقدار هویج همش هم لازم نیست بریز، یه مقدار هویج بریز. خب این سالاد خیار شور میمونه. این هویج خیار شوره یا هویج اصلا؟ بخور بخور قبلش. خب هویجه 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 وحشیه که رنگ مختلف زیاد هم نمیخواد بریزی زیاده. خب هویج هم ریختیم. حالا کاری که میخواد بکنی یه مقداری میخواد بهش چیزای دیگه هم اضافه کنی. سالاد شما همیشه میتونید اضافه بکنید. خب. من تنها چیزی بهش اضافه میکنم یه مقداری پیاز. پیاز. آره چون میخوام خیلی ساده نگهش داریم. گفتی پیاز زیاده کباب کوبیده افتادم. آره زیاد نزن ولی چون ممکنه بعدا میخوام با مردم صحبت بکنم. چرا با مردم میخوای صحبت کنیم ما؟ حالا خب. مهمترین چیز سالاد خب. سسشه. سس سالادی که روش میزنم. سس سالادم هزار نوع مختلف داریم. میتونی هر چیزی دوست داشتی باشی درست بکنی. ساده ترینش با روغن و یه مقدار اسید. اسید هم میتونه اسید؟ آره اسید باید بزنی، مثل لیمو، مثل سرکه، هر چیزی که اسید باشه. خب اون اسیدی که توی کارخونه هاست. آره اونو نه. آره خب اسید ساختن سس ساختن هم راه داره. خب وقتی که سس سالاد درست میکنی دو قسمت باید روغن بذاری. خب یه قسمت اسید. درسته. یعنی اگه سه قسمت این لیوانو بکنیم دو قسمتش روغن یه قسمت اسید آخر سر بعد بهش بزنی؟ نه هیچ فرقی نداره شما میخوام با هم بزنی. بنابراین ما این روغن زیتونه که من دارم اضافه میکنم. اکسترا ورجن. آره اکسترا ورجن. میدونی اکسترا ورجن چی؟ یعنی ورجنش زیاده. دقیقاً نه ولی اشکال نداره. حالا من توی برنامه‌ای که توضیح میدم نوع درست کردنش. نوع درست کردنش خیلی فرق داره. کمپرس داره. اینکه بعضی وقتا روغن رو زیتون رو فشار میدن، بعضی وقتا یه وزنه میذارن روش که یواش روغنش بیاد، بعضی وقتا فشارش میدن که روغنش بیاد. خیلی پیچیده است. پیچیده است. آره این مقداری که ما میخوام روغن بزنیم. خب. حالا نصف این باید اسید بزنیم. اسید میشه سرکه، میشه لیمو. ما چیزی که امروز انتخاب کردیم لیمو. من مثلا از اول بریدم. خب میخوام نشون بدم که شکلیه. وقتی بتونی یه همچی فرض کن لیموی داری، من بریدم از قبل. آره از بغل ببر، از این ورم ببر، از اون بالام ببر، این وسطش هم خب پیدا میشه. خوشگل شده. آره علتش این که تو میتونی همه آب اون اسیدو بگیری. خب این قسمت از این، این قسمت از این میتونیم بگیریم. آها این قسمت هم هستش که این بغلش میتونیم بگیریم. خب خب و این قسمتش هم مثل زبلخان بود تو بچگی همون کارتون نگاه میکردیم. یادمه زبلخان. آره اینو میتونی اینجوری بشونی و به همشو حسابی پس بگیری. خب آره
خب به سس سالاد چیزای دیگه میتونی اضافه بکنی. خب دیگه چی؟ میتونی سیر اضافه بکنی، خب. میتونی رزماری اضافه بکنی، میتونی طعم مختلف اضافه کنی. خب. ما امروز میخوام خیلی چیز ساده ای درست بکنیم. خب برای من فقط یه مقدار نمک اضافه میکنیم. خب مقدار از اینجا نمک اضافه میکنیم، یه مقدارم فلفل. درسته؟ حالا تو میدونی که فیزیک و شیمی این چیزا رو خوندی بچگی ها؟ من این چیزا یادمه. خوبه، خوب بود. یک به علاوه یک میشه دو. آره، میدونی که روغن با اسید قاطی نمیشه. درسته. میبینی؟ وقتی تو نگاه بکنی میبینی که روغن و اسید با هم جدا شدن. خیلی جالبه. آره، تنها چیزی که اینا رو مخلوط میکنه، تو میتونی اینو تکون بدی، هم بزنی، دوباره جدا میشن. خب؟ چی؟ تنها چیزی که این دو تا رو به هم میزنه و به هم هم نگه میداره خردله. شوخی میکنه. آره، خردل بعد یه مقدار اضافه بکنی، یه مقدار بهش. خیلی هم کم، زیاد نه. این باعث میشه که این دوتا با هم قاطی بشن و هیچ وقت دیگه هم از هم جدا نمیشن. برای من روغن سالادی که میخواد درست بکنی با اون اسیدی که هست یه مقدار بهش خردل بزنی، این دوتا با هم هم میخورن و دیگه از هم جدا نمیشن. کچاپ چی؟ کچاپ هم میتونی بزنی؟ بستگی داره چی میخواد بخوری. یه هات داگ هم قاطی کنی با هات داگ هم بزنی. سالاد هات داگ دوست داره؟ نمیدونم. نه نکنید. ببین این دیگه اصلا جدا نمیشه. چقدر خوشگل شده. آره این میشه سس سالادی که میخوام بزنم توش. حالا توش میتونی چیزای دیگه هم بریزی. میتونید پارمژان. آره چیزای دیگه هر چیزی که دوست داری. ولی این سس خیلی حالا خب. وقتی میخوان سالاد درست بکنن توی ظرف درست نمیکنن، یه جا دیگه درست میکنن، چون میخوای سس رو بریزی رو همه سالاد و به همش به هم بخوره. زیادم نریزی، سس زیاد بریزی خیلی درسته آبکی میشه. اینه که خیلی کم باید این کارو بکنی. ببین سس اینجوری درست میکنی. خب اینو تمام موادی که این تو هستش با این سس الان با هم دارن حرف میزنن. آره الان صداشون میاد. آره چی میگن؟ نه گفت پاستا میخوان یه خورده املت اسپانیایی میخوان. یه موقع تمیز میکنیم اینجا رو. خب حالا موقع چیدن سالاد خیلی راحته. این ظرفی که از یادم تمیزش نکنیم ولی هیچ کسی اهمیت نمیده. با این عرقت خوش کردم بمب میخوام درست بکنیم. من با آستینه نمیتونم تمیز کنم. بکن بزن. آخه من میترسم چیز بشه. من دستمال دارم. $200 خریدم. آها خب حالا میخوام سالادو بشورم. اینه که سالادو خیلی قشنگ میتونی اینجوری درست بکنی. سالادی که هستش ببین الان با تمام روغناش هم قشنگ قاطی شده. این واسه یه نفره این قسمتی که درست کردی. درسته. آره خوشگلیش هم ما میذاریم کنار. من کار خوشگل بلد نیستم. کاری که بلدم من کار خوشگلش میتونم انجام بدم. آره کار خوشگلش آخر سر خود انجام بده. من فقط خوشمزگیشو انجام میدم. ببین این سالادی که قشنگ درست شده. خب حالا چیزای دیگه که میتونیم بهش اضافه بکنیم بعد خوشمزه‌ترش بکنه، اولیش گردوه. همینطوری بریزم گردو. آره یه مقدار خرد بکن، زیاد نه، خیلی کم خرد بکن، بذار روش. یه دونه میذارم اینجا. آره این خوشگلیش انجام بده. خب به این صورت گردون انجام میدیم. انجام میدیم گردون رو. من انجام دادم. آره انجام دادی گردون رو. انجام دادم گردون رو. خب بعد بعدی که بعد انجام بدی خب روغن بز. روغن؟ آها می‌خواستم بلدی یا نه. پنیر بز. پنیر بز. پنیر بز. پنیر بز. پنیر بز وقتی می‌خوای بذاری روش وقت بعد عجب حلقه‌ای بود. مگه روغن داره؟ نه اینو به صورت حلقه‌ای می‌بری به این صورت. خب روغن روغن بز درسته. خب و میذاری بغل سالاد. بله خیلی زیاد نه. خب. این چون خیلی قویه پنیرش ولی خب. با لبو بح بح خیلی بح بح. با هم بز لبویی میشه. آره بز لبویی. بز لبویی. آره اسم این سالاد میتونی بزنی بز لبویی. بز لبویی. بز لبویی. بشقاب من چیکار کردم؟ من بشقاب تو کاری نکردم. قاشق منو. قاشق الان اینجا بود که کجا رفت؟ قاشق من که با این هم بزنم. اشکال اصلا یه کاری میکنه. یه مقدار از این میزیم روش. ببین یه مقداری سس هم میریزی رو اون قسمت پنیر. خب بعد کاری هم که میکنم بکنیم مثلا دیگه خیلی خوشحال بشیم میتونیم چیزهای دیگه هم بزنیم. ما کاری که میکنیم یه مقداری جوونه گندم هم میذاریم بالاش. این قسمت اینو من برای عید درست کرده بودم. آره این قسمت خوشگلیشی که تو میخوای. این سالاد لبو هست و هویج بز لبو و بز لبو و خیلی هم چیز ساده ای هست. جالبش اینه که ما چنگال هم نداریم که اینجا استفاده بکنی. خب چنگال باشه ولی میتونی با قاشق بکنی. خب چیزی که بهش اضافه نکرد رنده ای چیزی نمیتونی. نه میتونی رنده بکنی، میتونی خیلی چیز رنده بکنی ولی این ساده ترینش. خب پس من اینو امتحان بکنم ببینم که چه جوریه. حتما لبوش هم بخور. این سالاد خیلی سریه. بعد چون سبزیجات هم توش داره همه میتونن بخورن، کسی که گوشت دوست ندارن برای شام خیلی هم مقویه. توش پروتئین داره، توش ویتامین داره، خیلی هم سریعه و دیدی که تو دو دست دسته قم درستش. خیلی خوش آمد از این. خوشمزه. خیلی خوش آمد. حالا پس اینو به من بده دیگه. حالا تو خداحافظی بکن، من برم اینو بخورم. خب بینندگان عزیز، بینندگان جان های عزیز، امیدوارم که از این شوی بسیار عالی و خوشمزه خوشتون اومده باشه. آقا بابکجان عزیز ما اینجا آشپزی‌های مختلف براتون انجام داده، حالا شما میتونید برید خونه و بالاخره انجام بدین اینا رو دیگه.
حالا من می‌خواستم از اون خداحافظی کنم. قبل از این خداحافظی کنم می‌خواستم فقط به شما نشون بدم که چه چیزایی من یاد گرفتم اینجا. حاضری بابک جان؟ آره؟ 1 2 3 Love. لبخند فراموش نشه.